قبل کنم که یه مقداری این جریان آره یه مقداری در اینو هدایتش بکنیم این که آی کارا داریم میکنیم و داریم استفاده میکنیم از اینه که به این مسائل هم توجه بکنیم و حتما راجعی صحبت بکنیم که اصلا ما چرا این کارا خب حالا من اشاره میکنم دوستان توضیحاتش رو دارم اگر میشه چون خیلی مسائل مختلف داریم مثل زایش کلمات مدرج بسیاری از کلمات رو به صورت زایش معنایی و زایش کلمه‌ای به وجود میارن اول باید نکته های اشاره بشه بعد در زایش کلمات یک کلمه در انتهای بیت یا مصرع نقشی رو بازی میکنه که ازش یک معنا و مفهوم در مصرع بعدی زایش پیدا میکنه و تصویر به صورتی هدایت شده به انتهای شعر میرسه از دیگر خصوصیتاش متن آفریننده و پیرآفریننده در معنای آفریننده خدا کسی که عنوان مؤلف وجود داره نیمی از شعر رو با توجه به ذهنیتی که شاید در مخاطب‌های مختلفی وجود داشته باشه به عهده مخاطب میذاره چون خیلی از معنا رو حذف شده می‌بینی ابیات محرمانه توشون وجود دارن بسیار از کلمات حذف شده نیمه تماماً حتی در شیوه گفتار و توجه دیگرش از استفاده از فضای محسوس و تجربه شده است ما بسیار از فضاهای محسوس تجربه شده رو در شعر امروز بیشتر می‌بینیم. یعنی خیلی از فضاها نزدیک به واقعیتن. و هر کدوم به طور واقعی نقش بازی می‌کنن کلمات. دیگه نقششون نقشای رویایی نیست، نقششون نقشای خیلی محسوسیه. بعد ما در این گونه متن چهار گونه استفاده می‌کنیم. یکی متن‌های بیانی است که فقط از طرف مؤلف صادر میشه. ما خیلی از این متن‌ها رو می‌بینیم به صورت یک تصویر داده میشه به مخاطب از طرفی معنایی که رابطه‌ای بین مخاطب داره و خود مؤلف حالا شاید اون نظریه مرگ مؤلف شاید نیمی صادق بشه اینجا خود مؤلف زیاد نقش نداره و خود مخاطب میتونه از اون جریان خیلی چیزا رو بیرون بکشه شاید شکل ظاهری هر مخاطب که اون شعر دیده بشه و معنای تقلیدیه که بسیار مطابقت داره با جهان بیرون و ما عناصری که استفاده می‌کنیم عناصری است که عیناً در فضای بیرون وجود داره عیناً اون فضا کپی میشه در اثر ولی با برداشت خاصی که خود مؤلف و مخاطب دارن و جنبه آخر عینی بودن متن با متن یعنی رابطه اصلی غزل مدرن یا غزل پیشرو همون متنه یعنی ما کاری که با متن داریم با خود متن انجام میدیم این متنی که سرنوشت خود شعر رو تشخیص میده نه خود مؤلف یا مخاطب پس میتونه برداشت‌های بسیار متفاوتی داشته باشه. بعد ورود نشانه‌های مختلفه. این که اشاره کردن آقای عزیزی به انواع کلمات مدرن استفاده می‌کنم یا آقا شما مثلا چون چرخ حیاتی توش اومده نوعه. نه خیر، این گونه نیست. نشانه‌هایی که در غزل پیشرو وارد این عرصه میشن، وارد متن میشن، آنچنان تغییر هویت پیدا می‌کنن بعضی موقع که نقش اصلیش رو از دست داده و با یک نقش دیگه آمیخته میشن شاید این انواع صنعت‌های مثل صنعت تشخیص و خیلی از مثلا حسامیزی اینها این کارا رو انجام میده اما استفاده بهینه در این و غزل از اینا بیشتره در مورد نحو زبان با تحقیقی که من داشتم بیش از فکر کنم 75 نوع نحو زبانی تا الان ما از این مطلب بیرون کشتیم که من جدای از نحوهای گذشته بودن یعنی شیوه های مختلفی از نحو رو ارائه دادن نحو اگر دوستان بدونن دیگه جای مشخصه هر کلمه است به صورت ساده که فعل در کجا قرار میگیره فاعل در کجاست و خیلی از دیگه مسائل دیگه بعد مسئله دیگری که وجود داره تقسیم موسیقی در متن اثر یک کار مهمی که مدرج انجام میده موسیقی رو میاد یا اون چیزی که به عنوان ضرب‌آهنگ می‌نامیم یا تقسیم موسیقی داریم این میاد تقسیم می‌کنه ما الان امروزه بعضی موقع شعر خوانده میشه که وزنی نداره وزنش ما حس نمی‌کنیم آقای عزیزی خودشون چند نمونه دارن که اصلا وزن حس نمیشه اما نه اینکه وزن نداشته باشه این موسیقی به صورت اصلی و کاربردی در اصل بین تمام اجزای افعالی در روزی که در شعر غزل وجود داره در غزل وجود داره تقسیم شده و این تقسیم بندی بسیار موفق است که همواره میتونه ما رو به یک متن نزدیک کنه علاوه بر متن بیان بسیاری از مسائل رو برای ما آسان‌تر میکنه علاوه بر این نشاندهنده نیست که شخص چیزی نمیدونه اتفاقا تسلط بر وزن باعث این میشه بلکه از ما از تقسیم موسیقی به چند چیز میرسیم یک گسترش وزنی
همون تعمیم تصویر اینجا صورت میگیره. در گسترش وزنی ما از یک وزن اونجوری که خیلی از دوستان میگه از یک وزن میتونیم بیش از 25 نوع وزن بیرون بکشیم. یعنی شما در وزن مزارع که اکثرا استفاده میشه و مشت است، ما میتونیم 25 نوع وزن رو بیرون بکشیم که داره افعال مختلفه و هیچ کجا قصد نمیشه. برحال اگر دوستان توضیح دارم بکنم وقت بگیرم. اما همونجور که گفتن تکنیک مدرج شاید مهمتر تکنیکیه که در این سیستم وزن کاربرد داره و حالا به نوعی در تغییر کاربرد قافیه ردیف و حالا و چیزهایی دیگه کمک میکنه. یعنی که ما که به قول معارفا با این مد روبرو، یعنی مخاطر ما توی اونجور نیست که بگیم مثلا غزل دین دارم دین دام اینجوری بخواد مثلا امید کنه حتی به غزل و با اون تقسیم موسیقی که حالا به نوع حرفه‌ای انجام میشه. یعنی شما با این مد، یعنی کسایی که مخاطبایی که مثلا مطالباتشون این بودی که مثلا ما میخوایم شعر سفید شعر مدرن ماست، ما آدم های مدرنی هستیم میخوایم با شعر سفید برخورد کنیم و اون موسیقی کاملا هارمونی خیلی شدید که مثلا تو نوع موسیقی هست دیگه به ما لذت نمیده و ما رو راضی نمی کنه، میاد قافیه اون کاربرد تکنیک مدرج میاد همسطح میکنه شعر و به یک متن تبدیل میشه. به همونطوری ما همه حرفایی که میخوایم بزنیم میزنیم و دیگه دقیقاً نظارت نداریم، یعنی معلق نظارت نداره برای اینکه حالا چی میخواد از پیش دقیقاً بگی که مثلا این شعر ساختارش ساختار مثلا بیتیه و اینکه ما تمام تصاویر رو و ادامه حالا این داستان که میاد به کشف و جهود هم متعلقم خیلی کمک میکنه همین تکنیک. و از یه طرف هم مرتبط میدونم اینو با همون خودکاری به استعداد میدیوم ها که آندر بروتون از حالا بمانگذار سورالیس به اون اشاره کرده به اون مزنا فکر میکنم از باش از همه این کاران هم. چون هنوز هم که هنوزه ما دقیقاً به یک جریان مستقیم نرسیدیم، یعنی شاخه‌های مختلفی ولی در یک کلیتی داره جلو میره و من فکر میکنم دقیقاً مثل یک جامعه مدرن، یک جامعه آزاد، یک جامعه دموکرات، یک جامعه که دموکراسی در اون حکومت میکنه غزل امروز. یعنی غزلی نیست که کاملا دیکتاتوری باشه حتما بگیم مثلا قالب کاملا بسته‌ای داره. ما فکر میکنم با این کارهایی که انجام شده به نوعی قالب رو داریم از جلو رو برمیداریم و حالا هرچند که بالاخره قالب رو نمیشه دستکاری کرد آنچنانی که باید، ولی خب میشه بالاخره پولیتیکای زد که کارو به جلو برد. برای اینکه حالا این کاری که انجام شده، حرکتی که شروع شده از این نقطه ای چرا داره به شاخه‌های مختلف گرایش پیدا میکنه؟ اولا اینه که فکر میکنم کسی یا فکر میکنم حالا از آبی گلالوی ماهی بگیرن و یعنی که این اصلا به ضرر حرکت نیست. یعنی ما تو دهه 60 و 70 با مدارهای مختلفی مواجه شدیم که اومدن و هر کدوم هم دیگر رد میکردن و هر کدوم هم اومدن حالا خیلی با تئوری های متفاوت خواستن کار خودشون رو بگنن به سخت برسونن و تعریف کنن و بگن که مثلا ما جریانی هستیم که با بیشترین به قولن امتیاز داریم تو مثلا دهه ها جلو میریم، ولی اکثرا با موفقیت رو نشدن. حالا شاید شعر گفتار مثلا آیه صالحی به نوعی موفق‌تر از بقیه و اما که حالا خیلی هم فکر کنم که یه مقدار باید قداست زدایی میکنیم از اون غزل که کردیم، یعنی کارهایی که انجام شده قداست زدایی شده و اونجوری نیست که یه جرأت نکنیم دست مثلا به سمت غزل ببریم اشاره کنیم بگیم مثلا قالب مادرزادی مثلا این ملت 1500 سال تاریخ پشت سرش و اصلا نمیشه اون چیز. اما اون که حالا قبلا ژانر رو مثلا ژانرهای موضوعی میگفتن مثلا ژانر سینما، ولی الان ما میایم میبینیم که همینجوری تقسیم میشه شاخه‌های مختلف، حتی مثلا یک حرکتی هم خودش تبدیل به ژانرهای مختلف ممکنه بشه و این به نفع ماست. فکر میکنم که اگر همینطوری باشه الان دوستایی هستن مثلا آقای مهدی جهاندار ممکنه مثلا با این جریانی به نوعی که مثلا ما موافق نباشه، ولی خودش مثلا و دوستای دیگرش یک سیستم جداگانه ای داشته باشن که نه اون غزل کلاسیکه، نه این غزل ماست و نه آدم اصلا غزل سیم بهرامانی و غزل در 60 و 70 و فکر می‌کنم که این خیلی به نفع ماست و
اصلا که به نوعی اومدیم جواب مطالبات مخاطبمون رو دادیم، یعنی از همه طرف اصلا که تونستیم خودمون نزدیک کنیم. حالا یک سری پارامترهای حالا پست مدرن هم فکر کنم وارد شده، پارامترهای مدرن و پست مدرن وارد این جریان شده و کامل نیست البته، ولی خب تک و توکی هستن. از اون طرف استفاده های از کلاسیک و همه اینا دست به دست هم بوده که جریان نسبتاً اصیلی و یعنی ما از همه طرف داشته باشیم، جریانی که بتونه مردمی‌تر باشه و بیشتر راه خودش رو پیدا کنه، ولی خب هنوز به هر حال تجربه است و راه مشخصی پیدا نکرده. الان بیان میگم نمونه موفق این جریان کدومه یا یک معیاری ما داشته باشیم برای این جریان، فکر نمی‌کنم صحیح باشه مثلا مشخص کنیم مثلا این کارا معیار و بفهمیم. دوستان یه مطلب ارزم کنم، اگر ببینید اگر ما بخواهیم از یک نفر بخواهیم همه هم دارم من سوال کنیم اونه چیز یک نفر نه اجازه بدید آخر بست وقت به هر جمعه میشه اجازه بدید جنبندی بشه. ببینید ما یه جلسه در آینده خواهیم داشت، این جلسه در حضور موافقان اصلا بررسی جریان از نظر موافقان، ما جلسه خواهیم داشت با حضور منتقدین مخالف جریان و موافق جریان. خب اون یه بحثی بگیم اجازه بدیم بعد یه مطلبی که من از دوستان میخوام که ایشون ما شدیدن وقت کم داریم به سرعت بریم به سر اصل مطلب، یعنی یه راست بریم سر اصل مطلب. من میخوام انگیزه های ما، یعنی حالا مثلا دوستان و دوستان اصلا موافق نیستم که میگه آقا ما مخاطب جواز کردیم، ما فلان کار کردیم، ما بسار کار کردیم. من فکر نمی کنم این جریان اونقدر ها هنوز موفق بوده باشه به عنوان کسی که شدیداً به این جریان اعتقاد داره و شدیداً از دیده بیدرش سینه میزنم و آمارش رو دنبال میکنم، اعتقاد ندارم به موفقیت چندانی رسیده باشه و کلاً این رو فعلاً فرض کرده باشه، بلکه اعتقاد دارم به اون چی که میخواد برسه اون جایگاه بوده، اون جایگاه ایدئال ماست و اون چیز بزرگی که ما میخواییم بهش برسه و بریم توی بحث نشان شناسی. اجازه بدید من یه چیزی بگم، ما موفقیت رو باید بیاییم در یک مقطع زمانی بررسی کنیم. یعنی اگر ما میگیم به این موفقیت رو رسیدیم، میگن که در این مقطع زمانی خاص ما به این موفقیت رو رسیدیم. خب حالا تاریخ باید قضاوت کنه، هرچند که الان تاریخ دیگه شاید اون زمانی نیست که بیاد مثلا چند دهه یا چند سده مثلا ما احتیاج داشته باشیم. چند سده نیازی نیست، هر این جریان رو نه هر این چون هنوز اتفاق نشده، هم بزرگترین جفایی که به این جریان شده دوره سکوت بوده، یعنی اصلا جریان درست حسابی تا حالا نقد شده. خب این خودش نشون میده جامعه منتقدین هنوز جریان رو انقدر حالا ببین دو حالت یا جدی نگرفتن که ما همچنان اعتقاد داریم و میریم تا جدی بگیرن، خب یا اینکه حالا احساس خطر میکنن نمیخوان جدی بگیرن در حالت دوم به نفع ماست، اینکه اگه نخوان جدی بگیرن جریان رو نفع ماست. ولی من فکر کنم بریم سر اصل مطلب. خب ما نیازی نداریم حالا موفقیت هامون رو یا عدم موفقیت هامون، ما میخوایم خود کار رو بررسی کنیم. آقا این من پست مدرنه، یعنی اگه پست مدرنی داره نشانه شناسی بکنیم چرا پست مدرنه، کدوم مؤلفه ها نشان دهنده پست مدرنیتی در این جریانه و یا نیست. خب کدوم مؤلفه های مفهومی ایشان صحبت هایی که شما میکنید پس اگر آزاد باشه خود شما قابل نقدید بحث آزاد نیست. این دیگه بحث این وجود داره کردنه که چند نفر اینجا نشستن من واقعا ناراحت شدم من نمیتونم صحبت کنم. عزیزم این نیزه گیر چهار نفر نشستن خب اگر نسبتی هم داشته باشن من صحبت کنم و به بابا داره خوش زاده میشه. نه خیلی قربان ما به عنوان موافقین این جریان نشستیم نیزه گیر داریم با هم دیگه جریان تحلیل بکنیم، شما با عنوان مخالف جلسه ای که ما با حضور مخالفان میذاریم تشریف بیارید، اگر اون روز به شما وقت داده نشد راجع به همه چیزی که میخواید در زمینه حرف بزنید اون موقع شما یاد بگیرید. این الان بحث آزاد نیست، این جلسه پرسش پاسخ نیست، این جلسه میزگرده و در هیچ جلسه میزگردی غیر از کسانی که اونجا دارن دور میزه که چند شما وقت میزن قرار نیست صرف بشه. اما چه جلسه پاکه مصاحبه شما بخوام اگر این میزگرد بخواد برگزار بشه همه دوستان میتونن این مجله های ادبی که به بوفور یا میشه با نمیدونم هر